بمدگی. با بیم مرا بیم جهان نیست به نام خدا با سلام مسید محمد امین بیدوکی هستم کارشناس بیمه بازرگانی و موضوع صحبتم در رابطه خسارت های مالی در بیمه شخص سالس هست بر اساس ماده چهل قانون بیمه شخص سالس شرکت های بیمه مکلفن خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی رو, رو در مواردی که وسیله نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادث دارای بیمه نامی معتبر بوده و بین طرف این حادث اختلافی وجود نداشته باشه در سال 98 حد اکثر تا سقف 9 میلیون تومن بدون اخذ گزارش مقام انتظامی پرداخت کنه. در اینجا به چند نکته مهم مخام اشاره کنم. اولش اینه که بر اساس این ماده پرداخت خسارت بدون کروکی لازمش اینه که خودرو روی حادثه در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه معتبر باشه. بیمه نام متبر بدین که هر دو طرف خود روشون داره بیمه شخص سالس باشه و بیمه نام هاشون هم اعتبار داشته باشه. نکته دوم اینه که در صورتی که بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشه، نیازی به اخذ کروکی جهت پرداخت خسارت مالی وجود نداره. نکته سومم هم اینه که میزان خسارت وارد بیشتر از 9 میلیون تومان نباشه. این بدین معنیه که اگه برآورد اولیه یا شدت تصادف بگونه باشه که خسارت برآوردی بیشتر از 9 میلیون تومان باشه باید برای تشکیل پرونده تو شرکت بیمه کروکی عقص بشه یکی از مواردی که بعضا با اون برخورد داریم مراجعه زیان دیده و مقصر به شرکت بیمه برای تشکیل پرونده و دریافت خسارته بدون اینکه نظری هیچ افسری در صحنه تصادف عقص کرده باشن و بعدا که صحنه تصادف رو برای کارشناس شرکت بیمه توضیح میدن مشخص میشه که جای مقصر حادثه و زیان دیده عوض میشه اما برخی موارد دیگه هم هست که لازمه برای پرداخت خسارت کروکی ترسیم بشه که میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم هرگاه یکی از خودروهای طرفین تصادف خودروی نظامی باشه هرگاه تصادف بین چند وسیله نقلیه سه تا وسیله نقلیه یا بیشتر اتفاق افتاده باشه هرگاه یکی از خودروهای طرفین حادثه خودروی سنگین باشه هرگاه علت تصادف حرکت با دنده عقب باشه وقتی که یکی از طرفین حادثه و تصادف فاقد بیمه شخص باشن وقتی یکی از طرف این تصادف فاقد گواهی نامه باشه وقتی که یکی از طرف وقتی که یکی از طرف این تصادف ساکن محل بروز حادثه نبوده و مسافر یا مهمان اون استان هرگاه یکی از طرف این تصادف فاقد گواهی نامه رانندگی باشه هرگاه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه مقصر باشه تو این موارد باید حتما کروکی اخذ بشه هرگاه تصادف به صورت جلو به جلو یا اصطلاحا شاخ به شاخ باشه هرگاهی که از طرفین تصادف موتور سیکلت باشه یا یده که طرف موتور سیکلت باشه هرگاهی که از طرفین این حادثه موتور سیکلت باشه هرگاه ما با این تاریخ صدور یک بیمه تخیر تأخیر زمانی وجود داشته باشه و به اصطلاح پیوسته نباشه چون که وسیله نقلی مقصر داره بیمه بدنه باشه یا به را بار دوم از بیمه بدنه استفاده کنه توی همه این موارد لازمه که حتما کروکی ترسیم بشه پیشنهاد میدم در هر سنه تصادف با پلیس صد و ده تماس بگیرید به نظر افسر محترم رانوی رانندگی در سنه تصادف عقص بشه و اون وقت اگه خسارت احتمالی کمتر از 9 میلیون تومان برآورد میشه و یکی از موارد فوق نی نیاز به عقص کروکی هم نیست و میتونن طرف این برای تشکیل پرونده به شرکت بیمه مراجعه کنن خیلی متشکرم